درود به همه شما هنرمندان عزیز، خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از قسمت‌های 0% کمتازیا. خب من کمتازیا رو روش کلیک کردم، بازش کردم و رکورد رو زدم. وقتی که رکورد رو میزنیم این قسمت میاد که این قسمت رو من بعد قبلا توضیح میدم و بعد وارد کمتازیا میشدم که این قسمت رو الان توضیح میدم. قبل از اینکه استارت رکورد رو بزنیم یه سری توضیح میخوام اینجا بهتون بدم. ببینید از این قسمت سمت چپ کپچر رو کاری باش نداریم. گزینه بعدی تولز و پریفرنس رو کلیک بکنیم، یه سری گزینه ها داده که تیک خورده، پیش‌فرضش تیک خورده و شما دست بهش نزنین، همینا بذارید باشه. گزینه بعد فایل هست، دو تا گزینه آوتپوت فایل نیم داده. اینجا بهتون میگه که حالا شما میتونید خودتون اختصاصی انتخاب کنین که چه موقع میخواین حالا رکورد رو انجام بدین. اتوماتیک هم میتونین باشه که روی اتوماتیک بذارید باشه. گزینه بعدی دیفالت آوتپوت فولدر هست، اینجا اون جای سیو شدن فولدر رو انتخاب میکنید. یعنی مثلا شما الان اینجا به صورت پیشفرض روی درایو سی یوزر ساره و داکیومنت سیو میکنه. خب شما میتونید اینجا انتخاب بکنید، مثلا کلیک بکنید و جاشو مشخص کنید تو هر درایوی، درایو ای اف، هر جا که میخواین ویدیوتون ذخیره بشه اینجا میتونید انتخابش بکنید که پیشفرض خودش روی سی و داکیومنت گذاشته. و بعدی هم اگر یعنی این قسمت پایین که تمپراری نمیشته، اینجا اگر مثلا کامتازیا یه وقتایی یک مشکل پیدا میکنه که شما مثلا یکی از کاراتون حالا به مشکل برمیخوره و اون اینجا سیوش میکنه و اینجا میتونید انتخاب کنین که کجا سیو بشه، که البته باز این قسمت به صورت پیشفرض باشه بهتره، میتونین اونجا پیداش بکنین. اما این قسمت رو شما مختاری که خودتون تغییر بدین. من خودم توی درایو ای معمولا ذخیره میکنم. خب میریم گزینه بعدی، نوشته اینپوت. اینجا هم ماکسیمومش رو داده که روی 30 باشه یا 60 فریم باشه. اینجا میتونین فریمتون انتخاب کنین، من روی همون 30 فریم قرارش میدم و گزینه بعدی هم بذارید روی همون پیش‌فرض خودش بمونه. بعدی هم شورتکات هست. این قسمت رکورد، پاوز و رزیوم دارین. اینجا کلیدی میان برش خودش F9 هست، یعنی شما F9 رو بزنید میتونید پازش کنید یا دوباره F9 رو بزنید دوباره رکورد رو، ادامه رکورد رو دارید. میتونید اینجا خودتون تغییرش بدید. من هم F9 رو میزنم، یعنی پیش‌فرض‌های خودش رو دارم استفاده میکنم. استاپ F10 هست، F10 رو بزنید کامل استاپ میشه. و اد مارکر هم کنترل M هست که میتونید مارکر رو اضافه بکنید با کنترل M. حالا مارکر داخل خود نرم افزار بهتون میگم به چه صورت هست. خب این گزینه رو داریم، من کنسل رو میزنم و از سمت چپ که شروع بکنید این قسمت به صورت سبز رنگ هست، اول و آخری دوتاش جفتش سبز رنگ هست، یعنی خودش روشن گذاشته. خب ما میخوایم ضبطمون رو انجام بدیم. توی این قسمت سکرین وان ببینید، من یه مانیتور دارم پس اسکرین وان زده. اگه شما دو تا مانیتور داشته باشین، اینجا یه دونه اسکرین تو هم هست. اگر با دو تا مانیتور دارین رکورد میکنین حتما اسکرین تو رو بزنین، اما اگر یه مانیتور دارین اسکرین وان اوکی. گزینه بعدی کاستوم ریجن، چوز ریجن، اینکه شما یک منطقه سفارشی میتونید برای خودتون داشته باشین، یک حالت منطقه خاص برای خودتون میتونید انتخاب کنید، مثلا چوز رو بزنید و یه منطقه ای رو از اینجا انتخاب بکنید. خب مثلا من اینجا رو انتخاب کنم، میتونید مثلا سمت چپ راست یه منطقه رو انتخاب کنید و ادامه بدین. هوریزونتال هم به این صورت، حالا 2K 4K و اینا رو داریم، اینا رو خب باش کاری نداریم. قسمت بعدی برای کسانی که از وبکم استفاده میکنن، من استفاده نمیکنم. وقتی شما وبکم داشته باشی اینجا تصویر خودتون رو نشون میده، همونجوری که دارین آموزش میدین اینجا تصویرتون داره نشون میده و من ندارم، اینجا خاموشه. گزینه بعدی هم میکروفون هست، شما میتونید از میکروفون استفاده کنید. من میکروفونم به سیستم وصل نیست و اگر میکروفونتون به سیستم وصل باشه اینجا باز مجدد روشن میشه و میتونید انتخاب بکنید کدوم میکروفون رو میخواید انتخاب کنید. حتما برای انتخاب میکروفون گزینه این که مخصوص میکروفون خودتون هست رو حتما اینجا کلیک بزنید، چون بعضی وقتا کمتازیا اشتباه میکنه و شما حتما قسمت میکروفون اون اسم میکروفونتون رو روش کلیک بکنید. من به میکروفون وصل نیستم چون صدایی که مستقیم میکروفون رو به گوشیم وصل میکنم کیفیتش خیلی بهتره تا به سیستم وصل بکنم. میتونید شما به سیستم وصل نشین و مثل من به گوشیتون وصل بشین. قسمت بعدی هم مربوط به آیدیو هست. اگر شما میخواین از سیستمتون صدایی شنیده بشه میتونید گزینه رو فعال بکنید، اگرم نه میتونید غیر فعالش کنید. نمیشه سیستم آیدیو، مثلا شما یک کلیک میزنین یا تیک میزنین یا یک صدای موزیکی میخواین پخش بشه. به عنوان مثال مثلا من میام اینجا یه موزیکی رو پخش میکنم و این موزیک میخوام پخش بشه. اگر میخواین صدای موزیک از سیستمتون
ضبط بشه حتما این قسمت باید روشن باشه. اما اگر چیزی از سیستم ضبط نمیشه و فقط تو گوشیتون رکورد میکنی، این رو میتونین خاموش بکنین که من این رو روشن میذارم، شاید بعضی از موزیکا رو بخوام اینجا داشته باشم. این از این قسمت، دیگه جای دیگه این چیزی نیست. و بعد از اینکه تمام تنظیماتون رو اینجا رو انجام دادیم، میتونین رکورد رو بزنین. به معنی اینکه من روی رکورد بزنم، یعنی 3 2 1 رو میزنه و شما میتونین شروع کنین به ضبط کردن. بعد از اینکه شما کارتون رو انجام دادید، این گزینه سه آخر که استاپ هست رو روش کلیک میکنیم و بعد وارد این صفحه میشین که این صفحه رو کامل بهتون توضیح دادم و قسمت افکت رو هم مربوط به افکت خودش هست و این قسمت های موس رو میتونه نشون بده و فیلتر هم که چیزی نیست. روی سایز من روی اولی کلیک میکنم، معمولا روی همین من حالا ادیت میکنم ویدئوم رو و این قسمت ادیت این کامتازیا رو روش کلیک میکنم. ببینید من اگه برم توی داکیومنت، اینجا نوشته ادوبی کامتازیا و بقیه، روی کامتازیا که کلیک بکنم یه سری از رکوردها رو توی داکیومنت برای من گذاشته. خب شما اگر پیش‌فرض خودتون رو تغییر ندین، میتونید هم ویدیو و هم خود رکوردر رو، ببینید اصلی رو پایه رو اینجا دارید و اگر تغییر بدین اون پیش‌فرضی که گفتم، میتونید درایوتون رو انتخاب کنید، فقط ویدیو رو میتونید اینجا سیو کنید. اما خود ویدئوی خام که توی کامتازیا باز میشه، یعنی پسوند خود کامتازیا توی داکیومنت و قسمت کامتازیا هست. اگر گمش کردین حتما میای اینجا. یعنی شاید شما یه وقتای یه اشتباه میکنی، یه ادیت خیلی بد انجام میدین، میتونی دوباره از پایه از ویدئوی خام دوباره از اول شروع کنی به ادیت زدن. پس باید بیاین توی داکیومنت و توی کامتازیا اینجا بر حسب تاریخ میتونی داشته باشین. مثلا من روی یکی از این تاریخ ها کلیک میکنم، مثلا تاریخ مال خیلی وقت پیش هست، روش دابل کلیک میکنم، توی کامتازیا باز میشه. خب ببینید من الان بیارم جلو، ببینید این ویدئویی که ضبط کردم در رابطه با کامرا راه هست و آموزشش رو گذاشتم. خب آموزش این رو اگر ندیدین حتما ببینید، خیلی خیلی پرکاربرده، خیلی پرکاربرده. ببینید چقدر دارم تاکید میکنم، لینکش رو بالا میذارم براتون. 100% اونایی که با عکس و نور و رنگ و فیلتر کار میکنن، این ویدیو خیلی میتونه به دردتون بخوره. خب من میام مثلا اول ویدیو قرارش میدم و اینجا رو، این قسمت فلش رو قبلا گفتم میتونیم بکشیم بیاریم بالا که اینجا دم دستمون باشه. سمت راست رو کامل توضیح دادم، سمت چپ قسمت این ور رو حالا بعد بهتون توضیح میدم. این قسمت پایین که ابزارها خیلی مهمه، میایم این قسمت پایین. قبل از اینکه ابزارها رو بهتون بگم، اگر شما یه سری ادیت ها انجام دادین و میخواین دوباره تغییرش بدین، میتونین بیاین تو قسمت ادیت اینجا و قسمت پایین پریفرنس رو روش کلیک بکنین. اینجا دوباره همون قسمتیه که قبلا من بهتون گفتم. تو قسمت پروگرام اینجا هیچ چیز رو دست نزنید. این قسمت پایین تیک خورده، اینجا هم حتما تیکش زده باشه، اینجا روی یک قرار گرفته باشه. تو گزینه بعدی اینا هم به صورت پیش‌فرض همه اینا باشه. شورتکات رو اینجا میتونین تغییر بدین، ولی من همون شورتکات پیش‌فرض رو استفاده میکنم. دو تا گزینه آخر پروژکت و ادوانس هست. روی پروژکت که کلیک بکنیم، اینجا میتونین تعیین کنین که حالا ماکسیمومش 1080 HD باشه یا 720 باشه، که روی همون 1080 حتما قرارش بدین، چون 720 کیفیت رو میاره پایین. از 1080 به بالا میتونین انجام میده که روی همون 1080 قرارش بدین. حالا میخوایم بر حسب 2K فول HD HD یا 4K باشه، این میگم تقریبا مثل پریمیر عمل میکنه ولی ساده تره و پریمیر پیشرفته تر هست. اینجا میتونید انتخاب کنید، اگه ویدئویی بر حسب 4K گرفتید اینجا میتونید انتخاب بکنید که خودش روی 1080 HP هست و روی همین 1080 قرارش میدم. و گزینه بعدی رو میتونید انتخاب کنین که حالا عمودی و افقیش باشه، وید و های که 19:1080 همون سایزی که من دارم رکورد میکنم. و اینجا میتونین فریم ریت رو انتخاب بکنین بر حسب 25 فریم 30 فریم و به بالا. اگر شما 4K رو انتخاب میکنین از 50-60 فریم استفاده کنین، ولی من چون دارم فول اچ دی کار میکنم، یعنی الان بیام اینجا روی فول اچ دی که کلیک بکنم، دیگه همیشه روی فول اچ دی بر من میگیره و 30 فریم رو هم میخوام باشه، 19:20:1080. و این گزینه پایین هم کار نداریم. تو قسمت ادوانس هم باز اینجا بر حسب اون کارت گرافیکیتون هست که اینجا کارت گرافیک رو تنظیم میکنه، اینجا هم میتونید همون قسمت که هست باشه. تو این گزینه هم که گفتم وقتی یه خرابی داشته باشه کامتازیا، اینجا هم به صورت پیش‌فرض خودش اینجا گذاشته و این رو دست نزنید. اما شما تو قسمت پروژکت رو از قبل میتونید تعیین کنید و بازش بکنید کامتازیا رو، اگرم نه میتونید بیان این قسمت و انتخاب بکنید که میخوایم کدوم قسمت رو داشته باشیم. خب
اینجا من اوکی رو میزنم.